بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو زده کوونکو الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو د دې څخه مو مخکې چې کوم درس ویلی هغه الف باندې تلفظ و، یعنی الف مده باندې، هغه الف چې مد لرونکی و، هغه الف چې الف اشباع و په هغه باندې مد کېده. الف مده څه شي ته وایي ګرانو زده کوونکو؟ مخکې درس کې مو یاد کړي چې الف همیشه سشه اوسی به حرکت اوسی، حرکت پزان نمانی، او دیگه نمخ که چی باید فتح اوسی، لکه ما با تا منگا چکل وایو دغا حروف تا، کم حروف چی منگا وایو دیدی حروف نورس الیف ولیکو او دیبانی زور ولیکو، نو دا با طول حروف پا آخر که بسشه اوسی الیف مده باید. یو مثال ارتوائیم تاسو مخکې درسونو کې یاد کړي، بیا خپل اصلي درس ته راځوګنوي درس ته چې هغه چیه ده. ګورئ، پا الف زر با، با الف فتحه با، دلته الف چیه ده؟ مده ده. د دغه ادا مو یاده کړه. نننی درس ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د الف نوروس حرف مده هغه واو ده. د واو مده باندې، واو اشباع باندې د تلفظ او د هغه سالمه ادا او نطق ده. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو درس ته. ټول مسره کتاب راواخلئ ګرانو زده کوونکو. دیارلسمه صفحه ده، سومه صفحه. ګرانو زده کوونکو دیارلسمه صفحه ده. ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو دغه تلفظ د واو او د پیخ ترمنز توپیر هم یادوو چې واو سره کوم تلفظ کیږي ګرانو زده کوونکو، او همدارنګې واو سره کوم تلفظ کیږي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو ما سره اوس راځو موږ او تاسو هر یو حرف ته، لکه موږ او تاسو دلته چې لرو په پرې کومه کې چې ده درس کې د کتاب نه به راخلو، هر شی چې کتاب کې هغه به راخلو. اول ده او ش او الف ب ش او الف ضمه او. کچیرته موږ دغه سره واو ولیکو نو څنګه به تلفظ کوو ګرانو زده کوونکو؟ الف واو پش او، الف واو پش او. واو به ورسره ولیکو ګرانو زده کوونکو، او اشباع یا مد با پکی وکو. الف واو ضمه او، او څنګه به ادا کوو؟ وګد دو حرکته، الف واو ضمه او، الف واو پیش او. تاسو تکرار کوي او، تکرار کوي او، تکرار کوي او. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې حرف لیکو، ورپسې حرف چې لیکو دا حرف باندې پیخ لیکو چې کیږي با پیش بو، با ضمه بو. خو که واو ورسره ولیکو نو اشباع یا مد به وکو. څنګه به لیکو؟ با واو پیش بو، با واو پیش بو، با واو پیش بو. ګرانو زده کوونکو په یاد مو اوسه چې دغه واو د دوه حرکتو په اندازه اوږدیږي. اواز اوږدوالی څومره ده ګرانو زده کوونکو؟ د دوه حرکتو په اندازه. ورپسې حرف چې موږ لرو هغه کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ تا پیش تو، تا پیش تو. که واو ورسره ولیکو ګرانو زده کوونکو بیا به څه شي؟ تا واو پیش تو، تا واو پیش تو بشي. چه بشي؟
تو چپ عربی کی تا واو ضم تو دا تا واو ضم تو اسے تکرار کی تو 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 گران زکون کو دینا بات کم حرف چی منگا لیکو اگا چی دا سا دا که پا سا بانی منگا تاسو پیخ صرف کیدو نسی بشی سو بشی سو سا پیش سو سا ضم سو 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 که واور سر ولیکو بیغا سر تکرار کی زکون کو نو چی بایی سو سشی سو سشی سو تکرار کی سو آفرین گران زکون کو پسی حرف چی دا جیم ده جیم تک صرف پیخ ورکو چی بشی جو 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 جیم پیش جو جیم ضم جو خو کواور سر اولی کو اشبابا کو دی واو تلفز بپکی دی دو حرکتو پا اندازه اگدو نو چه بشی تکرار کرا سرا جو تکرار کئی جو تکرار کئی جو پا دی که گران زکون کو چه پا کتاب کو مداز لیکره چه علف و سرا نه لیکره لیکن پا قرآن کریم که کمانگا لیکو چه داسی او یا بو یا تو یا سو یا جا او امدسی وغیره دی که بخیر که یا علف هم لیکو و یا علف ضرورت نشته پا مخی درسون کو بیا انشالله رازو اور پسی حرف گران زکون که کم حرف دا حا دا حا تا که پیش ورکو چه بشی حو بشی چه حو حا پیش حو که واور سره او جایی که گران زکون که چه بشی حو چه تکرار که را سره حو سی شای حو تکرار که حو آفرین گران زکون که اور پسی دا دی حرف نبات چی کم حرف دا اغا اغا تورزو او دی اغا دی پیخ او دی صرف پیخ او اندارنگو سا دی واو دی او زوالی تو پیر یاده او خا پیش خو خا ضم خو که واور سو لیکو تلفوزی تبان شاگدان او گود ده سشه ده او گود ده دو حرکتو پا اندازه شی خو تکرار کئی خو تکرار کئی خو آفرین گران زکون کو دا حرف اغا تلفوز او اغمو یاد اکرا چی کلا مون نره درس خلاص که یه اول نبه تر آخیره پوری را سر تکرار وی دال پیش دو دال پیش دو دال ضم دو کواور سر اولی کو زکون کو چه بشی دو بشی شای دو گران زکون کو پی کتاب کی هم گورو پی کتاب کی هم گورو گران زکون کو چه ده دو چه دو گران زکون کو دیدین ابا چه کم حرف ده اغا دی ذال حرف ده کم حرف ده ذال حرف ده گران زکون کو زو ذال پیش زو کواور سو یو زی کو بیا بچه کی گی اگدیگی لکا زو 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 اشبا اگدوالی زو را هم دارنگی لیکو گرام زکون کو را را پیش رو را پیش رو را پیش رو او کور سرا وایو زی کنو چه بشی رو بشی شی رو رو اور پسی حرف گران زکون کو چه دا اغا دی زا حرف دا کامن صرف پیخ ورکو نو زو کی گی او کامن پسی واور سر ایو زی کو نو دی واو اندازا و دی واو اتلفز بسنگا کو زو تکرار کئی زو تکرار کئی زو اور پسی گران زکون کو چه حرف دا دی سین حرف دا پیخ ورکو سو کواور کو گران زکون کو چه بشی سو چه بشی سو سو گرانو زکون کو دینا بچه کم حرف ده
هغه کپیخ ورکو توپیر د پیخ او توپیر د واور پر سره یادو شین پیش شو شین پیش شو شین واو پیش شو شین واو پیش شو شین واو ضمه شو شو ګران زکونکو ورپسې کوم حرف ده صاد ده صاد کا پیخ صرف ولري څنګه به صاد پیش سو صاد ضمه سو کا واو سره یو ځای کو صاد واو پیش سو صاد واو پیش سو صاد واو ضم سو ورپسې کوم حرف ده ګران زده کوونکو د ضاد حرف ده که یوازې پیښ ورکړو څه شي کیږي ضاد پیش بو ضاد پیش بو او که واو ورسره ولیکو ضاد واو پیش دو ضاد واو پیش دو آفرین ګران زده کوونکو یا عربی کې هم ضاد واو په ضمه دو طا پیش طو طا پیش طو او که ورسره واو یوځای کو طا واو پیش طو کیږي ګران زده کوونکو ورپسې حرف ته راځو چې هغه د ضا حرف ده ضا پیش ضو که واو ورسره سره یوځای کړو زده کوونکو نو چه بشی ضا واو پیش ضو ضا واو ضمه ضو ضا واو ضمه ضو بشی ګران زده کوونکو ورپسې حرف چې کوم حرف ده ګران زده کوونکو نو هغه څه شی ده هغه د فا حرف ده چې هغه به انشاءالله په سبانی درس کې موږ او تاسو وایو دا ګران زده کوونکو زمنګ او ساسو نه درس ومن الله توفیق.